سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به این پارت از پادکست میراکم. توی این پارت قرار با هم یه راجع به یه موضوع خیلی داغ صحبت کنیم به اسم دیت کردن. سلام همونطوری عزیز. که بذارید اول زهر سلام کنه. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست میراکم. زهرا خیلی پر انرژی وارد قضیه شد. دقیقا، من الان خیلی پر انرژی هم و میخوام این انرژی به شما هم منتقل بشه. خب همونطور که خودتون میدونید موضوعمون یه موضوع داغیه. موضوعمون بچه خیلی موضوع داغ، دارم حرف میزنم. بلایند دیت بفرمایید. رکورد یوتیوب فارسی رو شکست. الا همینطوره و ما هم الان میخوایم ایشالله رکورد میراکم رو بشکنیم باش و قرار کلن راجع به بلایند دیت صحبت بکنیم. پس برید خوراکیاتون و چاییتون رو بیارید که با هم بشینیم به صحبت کنیم. یه سری از نکاتی که بلایند دیت بهمون یاد میده، آگاهی هایی که بهمون اضافه میکنه و یه کوچولو راجع به مسائل روانشناسیش با هم دیگه حرف بزنیم. خیلی عامیانه و دوستانه. خب بریم با هم شروع کنیم. بفرمایید. دو سه. توی بلایند دیت اولین چیزی که به چشمون میخوره اینه که دوتا آدم همدیگر رو نمیبینن و فقط قراره که از روی شنیدن حرفای همدیگه و صحبت کردن همدیگه همدیگر رو قضاوت کنن، در نهایت بفهمن که این دوتا آدم به همدیگه میخورن یا نه. یعنی ما در اصل نمیتونیم همدیگر رو از روی ظاهر و اون حالا ویژگی های ظاهریش قضاوت بکنیم و انتخاب بکنیم و خب ظاهر این قضیه دقیقاً این قضیه یه ذره دست و پامون رو می‌بنده دیگه بخوایم توی مثلا ارتباط برقرار کردن با آدم یه تصمیمی بگیریم. و اینکه ما اگر که تمرین کنیم که شنونده خوبی باشیم، حتی توی دنیای واقعی هم برای ما کار می‌کنه. بهتر می‌تونیم طرف مقابلمون رو بشناسیم، شخصیتش رو بهتر می‌تونیم درک بکنیم و اصلا انتخاب کنیم که این شخصیت با شخصیت من جور در میاد، یعنی همخونی داره یا نه. کلا خیلی بهمون کمک می‌کنه که بخوایم شنونده خوبی باشیم. دقیقاً، اصلا یکی از رد فلک های دیت اول اینه که فرد شروع کنه مدام به صحبت کردن. آره. پرگویی بیش از حد و نظر اصلا شما از خودتون بگی، نظر اصلا شما صحبت بکنی و اینو من خیلی دیدم. خیلی از روابط به خاطر اینکه یه طرف شنونده خوبی نبوده و به حرفای اون آدم گوش نمیداد و به جورایی پای درد و دلش نمیشسته به هم خورده. آره. و اکثرا همه، چه خانوم ها چه آقایون، دوست دارن که حالا پارتنرشون، اون دوستشون به حرفشون گوش بده، بشینه پای صحبت هاشون و اینا. واقعا حوصله میخواد. یعنی مثلا اینجوری نیستش که تو بگی اوکی تمرین کن شنونده خوبی باش تمام شد. نه، واقعا باید تمرین عملی آدم داشته باشه. اینکه مثلا بخواد کسی رو تلاش کنه درک کنه، تلاش کنه بفهمتش. کلا شنونده خوبی بودن خیلی تلاش میخواد. آره. به نظر من. آره. یعنی طبق تجربه دارم اینو میگم و اینم باید در نظر بگیریم که مثلا یه سری از تکنیک‌ها به ما جواب میده که بخوایم شنونده خوبی باشیم. اینکه ما حواسمون به حرف طرف مقابلمون باشه و تلاش نکنیم حواسمون رو بخوایم حالا مثلا با چیزای دیگه پرت بکنیم، سرمون تو گوشی نباشه، یه ذره بها بدیم به اون ارتباطی که بین من و اون آدم داره برقرار میشه. و راجع به این قضیه صحبتی داری بخوای به بچه‌ها بگی؟ حس ارزشمند بودن به طرف مقابل میده. وقتی که شما میشینین پای صحبتش و اون شروع میکنه حالا از مشکلی که داره یا اصلا از خوشی اتفاق خوبی که توی زندگیش افتاده برای شما میگه، یعنی شما برای اون آدم ارزش قائلید و گوشتون و زمانتون رو برای اون آدم دارید صرف میکنید و براش احترام قائلید. این خیلی مهمه. خیلی از آدم ها اینطوری هن که دوست دارن فقط از خودشون بگن، از خودشون اطلاعات بدن و این خیلی بده. نه. و چه خوبه که وقتی داری از خودت اطلاعات میدی، صحبت میکنی، از طرف مقابلم بخوای پذیرای اطلاعات اونم باشی. دقیقا، مثلا از اونم بپرسی خب روز تو چطور شد، اتفاقا مثلا دانشگاه چطوره، سر کار چطوره، ازش بپرسید. حتی اگر خودش نمیگه و یه جورایی آدم کم حرفیه و بهش هم توجه کنی دیگه، فقط نشنوی. دقیقا. مثلا خیلی ها هستن که یه حرفو 10 بار باید بهشون بزنی تا متوجه بشه که مثلا توی همچین ویژگی داری، توی همچین کاری تو زندگی داری انجام میدی. این به نظر من خیلی بده. و چقدر جذاب اینکه تو بدون اینکه به طرف مقابل بگی یه ویژگی و یا یه
حس و یه شناختی و نسبت به خودت، اون فرد از تو متوجه بشه، خودش از تو متوجه بشه. نشون میده چقدر شنونده خوبیه. دقیقا همینه، نشون میده که چقدر به شما توجه و دقت داشته اون شخص. آره، و چقدر هم به زبان بدنتون دقت داشته، چقدر به همه چی شما دقت داشته. یه مبحث دیگه ای هم که توی بلایند دیت راجع بهش صحبت شد، بحث سفارش غذا بود. بله، بحث محبوب دلها. یه سری از مواقع پیش میاد که ما یه سری چالش ها توی زندگیمون داریم و اصلا یه سری از مواقع هم هستش که ما اون چالش ها رو توی زندگی طرف مقابلمون ایجاد میکنیم برای اینکه بخوایم چیکار کنیم، اونو بهتر بشناسیمش در نهایت. این چالش ها میتونه خیلی چیزای کوچیکی باشه یا خیلی چیزای بزرگی باشه. مثلا اینکه شما برید بیرون و بخواید یه غذایی رو سفارش بدید میتونه یه چالش خیلی کوچیک توی رابطه شما باشه. توی بلایند دیت هم قضیه رو داشتیم. مثلا زمانی که خب سفارش دادن غذا رو، اینطوری بود که غذا که اومد اینا داشتن برای همدیگه چالش ایجاد میکردن. یعنی یه غذایی رو سفارش دادن که خیلی اوکی نبود، بخوای مثلا توی شرایط عموم بخوای بخوری، مثلا غذای آب گوشت یا چیزی. آب گوشت. آره. و خب مثلا اوکی نیست بخوای تو جمع نون بزنی فلان اینا. سلیت کنی. آره، پیازو بگیری بکوبی از وسط. آره، و خب این چالشه دیگه، یه چالش کوچیکه در اصل، حالا خیلی چالش مهمی هم نیست ولی بالاخره هست دیگه. خیلی مهمه که به نظر من اون آدم بتونه از پس چالش‌های بزرگ و کوچیک زندگیش بر بیاد، بتونه خودش رو مدیریت کنه. یه سری از مواقع هستش که ما برای همدیگه چالش ایجاد می‌کنیم که بخوایم طرف مقابلمون رو بهتر آنالیز کنیم و در نهایت بفهمیم که اصلا اون آدم به درد زندگی ما می‌خوره یا نه، ما چجوری چالش‌ها رو هندل می‌کنیم، اون آدم چجوری داره چالش‌ها رو هندل می‌کنه. و خب این قضیه خیلی مهمه. دقیقاً، اتفاقا من و تو هم امروز همچین اتفاق افتاد. آره. موقع ضبط ویدیو یه چالشی برای ما اتفاق افتاد بچه‌ها، و من اینجوری هم که همون لحظه‌ای که حالا اون اتفاق میفته ناراحت میشم، حالا استرسشو میکشم همون لحظه و تموم میشه. اما بعد دیدم بعد چند دقیقه تو تازه داری اون استرسو ناراحتی رو تجربه میکنی، یه مقدار عقبی کنم. من وقتی یه چالشی به وجود میاد اول تمرکزم میذارم رو حل کردن اون خیلی مسئله. خوبه. بعد که از اون چالش میگذری، من تازه احساس ناراحتی و عصبانیت و استرس بهم برمیگرده. آره، تو اون حالت بقا احساساتت صفر. آره، میشه. آره، صفر. اینجوری هم که تلاش کنم حلش کنیم، تلاش کن حل شه. دقیقاً. و خیلی جالبه، این قضا هم یه جوری از همین چالش هست. آره. دیگه تو طرف مقابلتو میشناسی، ممکن اون فرد عصبانی شه، ممکن اصلا قضا رو نخوره. آره، ممکن اصلا قضا رو نخوره، و اینکه اون شخص بتونه مثلا یه چند لقمه بخوره به احترام اینکه حالا اون شخص اون قضا رو براش سفارش داده، پوان مثبت رو خیلی هستن سر همین مسائل کوچیک عصبانی میشن، شروع میکنن مثلا بی‌احترامی میکنن حتی، و مثلا یه ذره اون رابطه از همون اول درست پیش نمیره و اصلا سالم پیش نمیره. سر همین قضیه گفتیم که اینم راجع بهش صحبت کنیم که اصلا یه سری از چالش ها وجود داره که توی دیت اول تو ممکنه با اونا مواجه بشی و بهتره بدونی که اون مدیریت کردن احساسی که اون لحظه به دست داده خیلی مهمه و این رو توی طرف مقابلت هم ببینی و آنالیزش کنی. موضوع بعدی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم این هستش که توی دیت اول دوستان اطلاعاتتون، همه اطلاعاتتون رو به طرف مقابل ندید. یعنی اینجور نباشه که بشینید لیست کنید نقاط ضعفتون رو، نقاط قوتتون رو، چی دوست دارید چی دوست ندارید، برگردید به گذشتتون، روابط قبلیتون رو بریزید وسط دایره. اصلا اینطوری نباشه، چون باید بذارید یه احساس کنجکاوی نسبت به کشف کردن طرف مقابل نسبت به شما وجود داشته باشه. آره، اصلا بعد این اجازه رو به طرف مقابلمون بدیم که اون بخواد ما رو بشناسه. آدم ها باید کنجکاو باشن برای شناختن ما. آره. اگر مثلا یه کسی کنجکاویتش از بین بره، خب چیه ما رو میخواد چه بشناسه؟ اصلا زمانی میذاره برای اینکه بخواد کنکاش کنه، ما رو بشناسه، مثلا بتونه خوشحالمون کنه. آره. کلا شناختن آدم ها یه حس جذابیتی داره که بهتر اون حس بمونه سر جاش، از بین نبریمش خودمون با دست خودمون. و اصلا این که فرد توی قرار اول بخواد پرحرفی کنه و همه چی رو برزه وسط دایره و بخواد راجع به همه چیز بگه، خودش یه جورایی رد فلگ محسوب میشه، چون اون فرد یه جورایی به قول خودمون جوگیر شده و اون هوش
EQش پایین هستش، به خاطر همین داره این رفتار ازش سر میزنه. یکی دیگه از مسائلی که خیلی بهمون کمک میکنه که رابطه سالمتری داشته باشیم و اصلا قبل از اینکه از پارتنرمون توقعی نداشته باشیم که ما رو بشناسه، اینه که خودمون رو بشناسیم واقعا، یعنی به یه خودشناسی رسیده باشیم توی این قضیه. اینکه ما نسبت به نقاط قوت، نقاط ضعفمون، اینکه چه چیزایی میتونه باعث بشه که از کوره در بریم یا احساسات خیلی زیادی رو تجربه کنیم و اینا رو یعنی بدونیم نسبت به خودمون، و اگر که اوکییم راجع بهش صحبت کنیم، احساسمون رو با دیگران به اشتراک بذاریم و اون آدم هم در نهایت میتونه ما رو بهتر بشناسه. و اصلا به این نتیجه میرسه که اگر که من خودم رو خیلی خوب میشناسم، پس در نهایت دارم واقعا بها میذارم واسه این رابطه، میخوام رابطه رو سالم پیش ببرم. یه جورایی سطح توقعاتمون هم باید معلوم بکنیم، اینکه من چیکار میخوام انجام بدم، چه توقعی دارم، کلا قراره که اون رابطه از ساید من چطور پیش بره. میدونی این خیلی خوبه که راجع بهش صحبت بشه. دقیقاً اینکه هدفت از اون رابطه چیه خیلی خوبه که اصلا نقاط قوت و ضعف و هر دو طرف نسبت به خودشون بدونن. وقتی نسبت به خودشون بدونن، مطمئن باشین قطعاً تلاش میکنن اون نقاط رو راجع به شما هم بدونن. و حالا چیزی که مینا راجبش عقیده داشت این بود که تو همه ما آدم ها همه ویژگی های منفی هستش، فقط با توجه به اون شرایط و موقعیتی که قرار میگیریم احتمال بروزش بالا و پایین میشه. آره، من یه مقاله خونده بودم راجع به این قضیه، میگفتش که همه آدم ها ویژگی های مثبت و منفی رو دارن، فقط مثل یه بنزینی میمونه که هنوز اون آتیشه صورت نگرفته که بخواد حالا شعله بر بشه، یعنی نیاز به یه محرک فعال کننده داره. حالا اون محرک میتونه شرایط محیطی باشه، ممکنه یه فردی باشه، ممکنه یه تجربه ای باشه. یعنی مثلا طرف یه چیزی رو تجربه میکنه یا توی یه شرایطی قرار میگیره، اون احساس ویژگی های بدش بروز پیدا میکنه و یه حالتی مثلا مثل تداخل روانی براش صورت میگیره. اینطوریه که مثلا ممکنه حتی به مرحله جنون برسه. آره دقیقاً، از لحاظ روانشناسی هم بخوایم بگیم همون تضاد و کشش بین نهاد و فرامن دیگه. آره. حالا نهاد و فرامن بخوایم به زبون خیلی عامیانه بگیم، یکیشون بر پایه لذته که ما رو به کارهایی که توشون لذته سوق میده، یعنی و لذت‌های زودگذر. دقیقاً لذت‌های زودگذر، ولی یکیشون یه حالت منطقی داره و وجدانه. بیشتر حالت وجدانیه و یه جورایی وجدان درونی ما محسوب میشه. همیشه بین این دوتا کشش هست دیگه، مهم اینه که کدوم قدرتش نسبت به اون یکی بیشتر باشه و چه رفتاری از ما سر بزنه. و اصلا شکاف بین لایه‌های شخصیتی ما باعث به وجود اومدن جنون میشه. اگر دوست دارید راجع به این قضیه بیشتر بدونید، بچه ها بهتون پیشنهاد میکنم که فیلم انگل رو ببینید که کاورش اینجا میاد براتون. این فیلم واقعا نشون میده که یه سری از مسائل که روی بعد روان تو تأثیر میذارن چقدر میتونه باعث بشه که از لحاظ شخصیتی از هم بشکافی، قشنگ خورد بشی. و این نشون میده که توی هر آدمی این قضیه وجود داره و هر آدمی ممکنه یه روزی دچار جنون بشه، یه روزی دچار این بشه که کسی اصلا نشناستش، کسی متوجه نشه که این آدم همون آدم قبلیه. پس در نهایت خیلی خوبه که نسبت به این قضیه ها اطلاع داشته باشیم، آگاه باشیم و هر گاهی احساس کردیم که یه آدمی داره به ما آسیب میزنه، یه آدمی از اون حالت خودش خارج شده، حالا طبق هر شرایطی که داره تجربه میکنه، اولویت ما مراقبت کردن از خودمون باشه، مراقبت کردن از سلامت روانمون باشه و اینو بدونیم که ما ارزشمندترین دارایی خودمون تو این دنیا هستیم، پس بهتره که خودمون مراقبت کنیم. دقیقاً. اینو یادتون نره که از شما فقط یه دونه روی این کره زمین هست. مراقب خودتون و خوبیاتون باشی. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. اگر این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشیم که لایک کنید. حمایتتون خیلی به ما انرژی میده. ساب زنگوله یادتون نره. قسمت دیسکریپشن هم حتما بخونید، اطلاعات خیلی خوبی اونجا براتون گذاشتیم که با این برنامه آشنا بشید. مرسی که تا اینجا همراهمون بودید. باش بهتون خدافظ. یه جورای پای حرف حواسمون رو با چیزای دیگه پر بکنیم و پر تلاش نکنیم حواسمون رو پر بشه. آره واقعا این خیلی مهمه. ببخشید تموم شد، بالاخره تموم شد، باورم نمیشه. بر طبل شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب، پیروز و بچم رو اینا رو همه رو میذارم خلط نکن.